شاهرخ از سن نوجوانی فعالیت خودش رو آغاز کرد و حدود 60 سال در عرصه موسیقی فعال بود. شما از دوستان او بودید. برای ما مروری داشته باشید لطفاً بر 6 دهه فعالیت هنری او. با درود به شما و تسلیت به همه کسانی که قلبشون برای آزادی و میهن میزنه، متاسفانه بعد از 2 سال کشمکش با یک بیماری خطرناک و ناراحت کننده‌ای که واقعا روحش رو عذاب میداد دیشب آسمانی شد. اولین دیداری که من با شاهرخ داشتم در 55 سال گذشته بوده و آخرین دیداری که با شاهرخ داشتم در یک شنبه گذشته بود. به خاطر تولدش به بیمارستان رفتم و متاسفانه انقدر هوش نداشت که حتی من رو هم بشناسه، ولی اون چیزی که مسلمه وقتی که یک هنرمندی وارد حیطه هنر میشه، مجموعی از انتظارات رو با خودش حمل میکنه. هنرمندا چند دسته هستن. هنرمندانی هستن که فقط به خاطر روزی و درآمد وارد یک حیطه هنری میشن، حالا از هر زمینه ای که باشه. هنرمندانی هستن که در استخدام حکومت هستن و حکومت‌های استبدادی رو مخصوصاً پشتیبانی می‌کنن، و اون دسته از هنرمندانی که در کنار مردم هستن، همیشه در کنار مردم ایستادن و همیشه سر سفره مردم بودن، اونها هستن که جاودان میشن. من فکر می‌کنم که هر کدوم از این هنرمندان میتونه یک لشکر یک نفره باشه، که شاهرخ هم از این قبیله بود و مخصوصا در این چند 40 و چند سالی که در خارج از کشور زندگی میکرد خیلی خیلی مستقیم و مقاوم در مقابل جمهوری اسلامی مقاومت کرد و فکر میکنم که یاد و نامش همیشه برای هم در تاریخ هنر ایران منعکس خواهد شد، کما اینکه با هنر خودش، با صدای خودش، با موسیقی خودش انعکاس دهنده مسائل جامعه خودش در جامعه و هنر بود. اتفاقا می‌خواستم به این موضوع حتما بپردازیم که شاهرخ از حامیان جنبش زن زندگی آزادی بود حتی در بستر بیماری. برامون کمی بیشتر میگید از مواضع سیاسی او، چون همیشه به طور صریح مخالفتش رو با جمهوری اسلامی اعلام کرده بود و در کنار مردم بود. برای ما بیشتر میگید آقای مرتضی؟ در واقع این روزها هنر و سیاست هیچ وقت از هم جدا نیست. اگر یک کسی بیاد بگه که من سیاسی نیستم، نمیتونه بگه من نیستم، مخصوصا یک هنرمندی که شاخص میشه. این روزها معنی سلبریتی به مفهوم عامی خودش یک حالت متفاوتی پیدا کرده که مهم نیستش. سلبریتی کسی هستش که در کنار مردم و در کنار جنبش های مردم بتونه ایستادگی بکنه و با هنر خودش منعکس بکنه مسائل رو، مسائل جامعه رو. این همونطور که عرض کردم، اگر که یک هنرمند میتونه یک لشکر یک نفره باشه، نه به خاطر این هستش که بتونه یک لشکری رو دور بکشونه به همراه خودش، با هنر خودش میتونه در جامعه خودش در بین میلیون ها انسان اثر بگذاره و این یک لشکر یک نفره هستش و شاهرخ از این قبیله بود. شاهرخ در طول 44 سال به طور مقاوم مخالفت خودش رو با حکومت جمهوری اسلامی نشون داد و پشتیبان مردم و جنبش‌های مردمی بوده. آقای مرتضی، شما از دوستان نزدیک او بودید. کمی برای ما از ترانه‌های او بگید، از فعالیت هنری او، و اگر در این روز خاطره‌ای دارید که می‌خواید با ما و مخاطبان به اشتراک بگذارید. والا درسته، ما وقتی که حدود 55-56 سال پیشتر یک موج هنری که مجموعی از حدود 14-15 نفر خواننده‌ای بودیم که شاخص شدیم اومدیم بالا، و حکومت در سال 57 متاسفانه ما رو ممنوع الکار کردن، همه ما در 14 نفر رو ممنوع الکار کردن. تعدادی در ایران موندن که متاسفانه همشون رو میتونم بگم دق کردن. فرهاد بود، فریدون فروغی بود، مازیار بود، اینا همه فوت کردن. و کسانی که اومدن به خارج
از جمله شاهرخ که اوایل زودتر از من به خارج اومد، اما اوایل سال 57 با یک گروه دیگه کوچ کردن. در واقع من میتونم بگم ماها همه تبعید شدیم، یک نوع تبعید اجباری شدیم و بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ پاسخی که ما گناهمون چی بوده، جرممون چی بوده که نباید در این حکومت کار بکنیم، در مملکت خودمون باشیم. و اومدیم اینجا و تعدادی از ماها که خب یکی از اونها شاهرخ بود، از روز اول شروع کردیم به مخالفت با جمهوری اسلامی و در کنار مردم ایستادن. آقای مرتضی خیلی کوتاه برای ما لطفا بگید که کدوم ترانه شاهرخ مورد علاقه شماست؟ حالا شاهرخ، ما با هم بسیار برنامه مشترک داشتیم، یک آوازی میخوندش که اتفاقا آخرین برنامه‌ای که من و شاهرخ در دو سال پیشتر در کاباره تهران در لس آنجلس داشتیم، یک آوازی بود که خون و در راجب سال 57 بود، فوق‌العاده زیبا اجرا کرد و یکی از هنرمندان توانایی بود که صدای فوق‌العاده خوبی داشت. من به همه کاراش علاقه من بودم، ولی این آوازی که اون شب خون واقعا خیلی زیاد به دل من نشست.